این اخوان المسلمینی که آقای محمد البرادعی میگوید، اینها مطلقا از اقدامات تروریستی و کنار هستند و اینها طرفدار حکومت سکولر هستند، این جمعیت رو میخوایم بشناسیم، ببینیم این جمعیت چگونه به وجود آمد و تصور نکنید که این جمعیت تنها در مصر به اقدامات تروریستی مشغول بود. بیش از مدت 80 سال است که جمعیت تروریستی اخوان المسلمین بیشتر کشورهای خاورمیانه رو ناآرام کرده است. این اخوان المسلمینی که بیش از مدت 80 سال است در کشورهای خاورمیانه خونریزی، آدمکشی، ترور و نابسامانی و ناامنی ایجاد کرده است، این سازمان چگونه و به وسیله چه فردی به وجود آمد؟ بنیانگذار این فرد، بنیانگذار این سازمان فردی بود به نام شیخ حسن البنا. این آقای حسن البنا در سال 1904 در یک شهر کوچک مصری به نام محمدیه، که این شهر کوچک محمدیه در ایالت کوچک بحیره در کنار رود نیل و در 90 میلی شمال غربی شهر قاهره بود، در یک خانواده مذهبی پا به پهنه هستی گذاشت. پدر این آقای شیخ حسن البنا شیخی بود به نام شیخ احمد عبدالرحمن البنا. ایشان در دانشگاه الازهر درس خونده بود و چندین کتاب درباره فقه و شریعت اسلامی نوشته بود و در یکی از مساجد کوچک شهر محمدیه به عنوان یک مفتی و یا ملای ساده این فرد امام نماز جماعت اون مسجد بود و در ضمن تدریس قرآن و علوم مذهبی میکرد. حالا این آقای شیخ احمد عبدالرحمن البنا 5 پسر داشت که بزرگترین اونها همین شیخ حسن البنا بود. پدر شیخ حسن البنا در 8 سالگی حسن البنا رو وارد یک مدرسه مذهبی که در اون مدرسه مذهبی قرآن درس می دادن کرد و بعد از اون حسن البنا برای مدت 19 سال به آموزش قرآن و شریعت اسلامی در مدارس گوناگون اشتغال داشت. این آقای حسن البنا یک آموزگاری داشت به نام شیخ محمد زهران یا زهران، که این شیخ محمد زهران تا
توی مدرسه ای که درس میداد یه انجمن مذهبی تشکیل داده بود و معتقد بود که اسلام داره از مسیر خودش خارج میشه و انجمنی به وجود آورده بود که اعضای این انجمن وظیفه‌شون این بود که مردم رو به اسلام راستین هدایت بکنن. حالا البته بنده در پرانتز عرض کنم که شاید اسلام راستینی که این آقایون میخواستن به وجود بیارن همان خون و خون ریزی و خون آشامیست که بعداً اخوان المسلمین به وجود آورد و مدت 30 سال است که ما ایرانی ها شاهد این اسلام راستین در کشورمون هستیم. در پرانتز باید عرض کنم ولی هنوز هم اون اسلام ناب محمدی نیست، به خاطر اینکه اگر به راستی قرار باشد اصول و احکام قرآن مو به مو به مورد اجرا گذاشته شود، اون وقت دیگه حتی در یک جنگلی که بهوش هم زندگی میکنن در اون جنگل هم دیگه آرامش نسبی که بین بهوش وجود داره دیگه مشاهده نخواهد شد. امشب وقت اون نیست که من وارد این مباحث بشم. اون چی که میخواستم عرض بکنم این است که این آقای حسن البنا بسیار زیر تأثیر اندیشه های این آموزگار خودش به نام شیخ محمد زهران قرار گرفته بود و وارد انجمن مذهبی او شد. البته اینجا باید عرض کنم که حسن البنا دارای یک کاریزمای مغناطیسی بسیار گیرنده بود و از دیگر سو آدمی بود بسیار باهوش، بدونه اینکه گروهی او را حتی نابقه می‌نامیدند. البته باید تمام خصوصیات او را گفت. ولی حسن البنا پس از مدتی که در انجمن مذهبی که استاد او شیخ محمد زهران به وجود آورده بود در اونجا انجام وظیفه کرد، دید این انجمن اون انجمنی نیست که به راستی بتونه تغییر به وجود بیاره. اینی که ایشان خودش یک انجمنی درست کرد و در این انجمن شبنامه هایی برای مردم مصر، مسلمان مصر ارسال میکرد و میگفت در این شبنامه ها مینوشت یا باید اصول احکام قرآن اسلام را به گونه کامل به مورد اجرا بگذارید و یا اینکه به وسیله اعضای این انجمن مجازات خواهید شد. البته بعد حسن البنا وارد صوفیگری شد و برای سالها صوفی بود. حالا توجه کنید آقای حسن البنا در سال 1928 22 ساله شد و آموزگار یک مدرسه است، امور مذهبی و قرآن درس میده. در یکی از شبهای ماه مارس سال 1928 6 نفر از دوستان حسن البنا وارد خانه حسن البنا شدند. حسن البنا برای پذیرایی اینها به آشپزخانه رفت و برای اینها چای و قهوه ای تهیه کرد و جلوی اینها گذاشت و دید
این شش نفری که در گذشته با اینها دوست بوده در اون شب احترام خاصی به سنات بنا میگذارن و رفتار اونها از جنبه های آشنای دوستی پیشه خارج شده و از این عمل شگفت زده شد. بعد یک از این شش نفر به او گفت شیخ حسن، آیا می دانی ما امشب به چه علتی به دیدار تو آمده ایم؟ شیخ حسن می گوید نه، بفرمایید. نماینده اون شش نفر می گوید کشور ما داره به وسیله خارجی ها داره نابود میشه. حالا البته به جزئیاتش رو براتون عرض میکنم که داستان چی بوده. مسئله کانال سوئز بوده و اینکه انگلیس ها آمده بودن در کانال سوئز، خدیو مصر در اونجا شهر اسماعیلیه، جزئیاتش رو عرض خواهد. ولی اینا میگوین که کشور ما به وسیله خارجی ها داره نابود میشه و ما دور هم گرد آمدیم و تصمیم گرفتیم جمعیتی به وجود بیاریم و با این جمعیت خارجی ها رو از کشور خودمون بیرون بکنیم. و چون ما پول و قدرت و نفرات کافی در اختیار نداریم، این کار رو باید به وسیله مذهب انجام و مردم رو تشویق به انجام امور مذهبی و پیروی از اصول قرآن و اسلام بکنیم تا بدین وسیله بتونیم قدرتی ما به دست بیاریم و با اون قدرت خارجی ها رو از کشور خودمون بیرون بکنیم. و چون ما نیاز به یک رهبر کاردان و نابقه داریم و ما میدانیم که تو در این راه همیشه پیشگام و رهبر بوده ای، امشب ما به دیدار تو آمده ایم که از تو درخواست بکنیم تو رهبری این جمعیت رو پذیرش بکنیم. کتاب های تاریخی نوشتن زمانی که شیخ حسن البنا این سخنان رو از این شش نفر شنید، اشک در گوشه چشمان او هویدا شد و گفت من پیشنهاد شما رو با کمال میل میپذیرم به شرط اینکه شما به من قول بدهید که تا زمانی که جان در بدن دارید و تا آخرین قطره خون نسبت به من وفادار بمانید. و اینها قول دادن، گفتن ما چنین خواهیم کرد. در همون شب حسن البنا گفت و من پیشنهاد میکنم که نام این جمعیت اخوان المسلمین باشد، یعنی برادران مسلمان. و اون شش نفر همگی این پیشنهاد رو پذیرفتن و بنابراین در یکی از شبهای ماه مارس سال 1928 در شهر کوچکی در کشور مصر به وسیله 7 نفر حسن البنا و شش نفر دوستان او این جمعیت پایگذاری شد. حالا این موضوع خارجی ها چی بود؟ همون گونه که عرض کردم، خدیو اسماعیل که در اون زمان بر مصر حکومت میکرد، این فرد موافقت کرده بود که یک شهر به وجود بیاد به نام شهر اسماعیلیه
و در نزدیکای اون شهر که در اون شهر انگلیسی ها و فرانسوی هایی که در کانال سوئز کار میکردن و امتیاز کانال سوئز رو در اختیار داشتن، اینا در اونجا زندگی و فرانسوی ها و انگلیسی هایی که کانال سوئز رو اداره میکردن، این شهر کانال سوئز رو اینا به وجود آوردن. یک شهری بود به تمام معنا اروپایی. زنانی که در این شهر زندگی میکردن مانند اروپایی ها بدون حجاب رفت آمد میکردن و این شهر مانند شهرهای اروپایی پر بود از سینماها، تئاترها، کاباره ها و مردان این شهر برخلاف سایر شهرهای مصر اینها کراوات میزدن، ریشهای خودشون رو میتراشیدن و 90% درآمد خارجی کشور مصر از این شهر کوچک سوئز که یک شهر اروپایی نشین و آزاد بود تامین میشد. یکی از دلایل این که این جمعیت 7 نفری به زودی تونستن رشد بکنن این بود که در سال 1929 وهابیون عربستان سعودی به رهبری عبدالعزیز ابن سعود، اینها تونستند در شبه جزیره عربستان حکومتی به دست بیارند و سراسر شبه جزیره عربستان رو به بهانه وهابی کردن اسلام در اختیار خودشون بگیرن. و شیخ حسن البنا گفت اگر وهابیون شیوخ وهابی عربستان شبه جزیره عربستان موفق شدن بر عربستان سعودی چیره بشن، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم حکومت مصر رو ما در اختیار خودمون در بیاریم و این خارجی ها رو از کشور بیرون بریزه. در اینجا من خواهش میکنم نکته ای رو به ویژه بهش توجه داشته باشیم و اون این است که تمام کتاب های تاریخی نوشتم زمانی که حسن البنا و دوستانش اخوان المسلمین رو تشکیل دادن به گونه ای که از نام اون برمیاد، این یک جمعیت 100% مذهبی بود. ولی همین گونه که این جمعیت رشد بیشتر و بیشتری با شتابه هرچه زیادتر پیدا کرد، حسن البنا و سایر بنیانگذاران او به این جمعیت رنگ سیاسی دادن. حالا اینجا توجه بفرمید که در سال 1838 شماره خارجی ها در مصر 3000 نفر بوده. در سال 1878 یعنی بعد از 50 سال، نیم قرن، جمعیت خارجی ها در مصر به 68653 نفر و در سال 1882 جمعیت خارجی ها در مصر به نزدیک 100,000 نفر رسیده است. یعنی به گونه دقیق بخوام عرض کنم 90,882 نفر که میتونیم بگیم در آغاز فعالیت های اخوان المسلمین در کشور مصر جمعیت خارجی ها در این کشور 100,000 نفر بوده. و بگون اگه آگاهی دارید در سال 1914 جنگ اول جهانی در دنیا آغاز شد و هیچ زمانی بیش از پس از جنگ اول جهانی دنیای اسلام و عرب زیر نفوذ
کشورهای خارجی نبوده، به خاطر اینکه پس از جنگ اول جهانی به گونه‌ای که می‌دانید انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها اومدن و تمام این کشورها رو آمدن بین خودشون تقسیم کردن. حالا مواردش نمی‌خوام، نمی‌شم مثلا لبنان رو فرانسوی‌ها گرفتن، مصر و انگلیس‌ها گرفتن و این موضوع سبب شد که اخوان المسلمین گفتن ما هدفمون این است که کشور مصر رو آزاد بکنیم، و زمانی که هدف خودشون رو روی آزاد کردن کشور مصر قرار دادن، مردم مصر استقبال بدون پیشینه ای از اینا کردن، به گونه ای که در سال 1946 یعنی در پس از جنگ دوم جهانی شمار اعضای رسمی و فعال جمعیت اخوان المسلمین به 500 هزار نفر و هواخواهان اون به 2 میلیون نفر رسیده بود و جمعیت اخوان المسلمین در سراسر مصر دارای 5000 شعبه بود. یکی دیگه از دلایل رشد شتابانه اخوان المسلمین روی کار آمدن حکومت سکولر ترکیه به رهبری مصطفی کمال آتاتورک بود که اونو البته جزئیاتشو میدونید. امپراتوری اسلامی عثمانی پس از جنگ اول جهانی در ترکیه امروزی متلاشی شد و در حالی که میرفت که فقط از سرزمین امپراتوری عثمانی اون سرزمین های بسیار وسیعی رو فرا گرفته بود که تمام این سرزمین ها رو نیروهای متفقین اشغال کردن، میرفت که تنها یک استانبولی باقی بمانه و اون استانبول هم به شکل یک منطقه بین المللی در بیاد و این آتاتورک رو که اومد کشور ترکیه امروزی رو از امپراتوری عثمانی که میرفت که هیچ نقطه از اون روی جغرافیای جهان باقی نمونه، آمد ترکیه یک امروز را ساخت که من وارد اون جزئیات نخواهم شد. و اما در جنگ دوم جهانی نکته بسیار جالبی پیش از این که جنگ دوم جهانی رو بعد در جنگ دوم جهانی نکته بسیار جالب این است که اخوان المسلمین اینها از نیروهای محور و یا متحدین حمایت میکردن و میگفتن هیتلر و موسولینی یعنی آلمان نازی و ایتالیای فاشیست دنیا رو خواهند گرفت و متفقین رو از جمله انگلیس ها و فرانسوی ها رو شکست خواهند، فرانسوی ها و آمریکایی ها رو و سایر متحدین آنها رو شکست خواهند. و نکته بسیار جالب این است که میگوین هیتلر رو باید هیدر نامید و هیتلر هدفش با هدف ما ناسیونالیست های مصری و طرفدار اسلام یکسان هست، زیرا هیتلر و ضد انگلیس ها در دنیا برپای خواستن و این هدفیست که ما تعقیب میکنه و ما بر آن این که انگلیس ها را کشور خودمون بیرون بریجیم. و میگفتن این مسلمی هم که متحد و یار کشور آلمان نازی در جنگ اول جهانی هست، می گفتن این مسلمی هم نامش موسانیل هست، می گفتن این مسلمی همون موسانیل هست و ما از اینها حمایت کنیم. حالا نکته جالب این است که
در اون زمان بگونه که میدانید ملک فاروق بر کشور مصر حکومت میکرد و ملک فاروق دستور داد که یک نخست وزیر ضد انگلیسی در مصر تشکیل کابینه بده. هنگامی که سفیر کبیر بریتانیا در قاهره از این موضوع آگاهی پیدا کرد، ملک فاروق را تهدید کرد. به تانک های انگلیسی که در کانال سوئز مستقر بودن دستور داد که کاخ ملک فاروق را محاصره کنند و گفت یا باید از کشور مصر خارج بشی و از پادشاهی استعفا بدی و یا باید نهاس پاشا را که رهبر حزب وقت بود و یک نفر سیاست مدار طرفدار انگلیسی ها بود، گفت یا بایستی که این نخست وزیر رو بایستی به جای نخست وزیر ضد انگلیسی به مأمور تشکیل کابینه و ملک فاروق هم به تهدید تانک های انگلیسی تسلیم شد و قبول کرد که آقای ناز پاشا رو که یه دیپلمات طرفدار مصر بود به ریاست حکومت بگماره و این موضوع سبب شد که البته اینم عرض کنم که تا این لحظه ملک فاروق از اخوان المسلمین حمایت میکرد و حتی پول در اختیار اونها میذاشت. حالا اینجا اجازه بفرمایید در پرانتز عرض کنم که این آقای حسن البنا و جمعیت اخوان المسلمین اینها هم از ملک فاروق پول میگرفتن، هم از انگلیس ها و هم از فرانسوی ها، و با وجود پولی که از این حالا ملک فاروق جای خود داشت، اون پارچه های مصر بود، ولی در حالی که از فرانسوی ها و انگلیسی ها هم اینها رشوه و عطا حساب میگرفتن، ولی هدفشون بیرون ریختن انگلیس ها از کانال سوئز و کشور مصر. و زمانی که ملک فاروق آمد این نهاس پاشا رو به نخست وزیر انتخاب کرد، اخوان المسلمین اینها 100% مخالف ملک فاروق شدند و هدف اینها براندازی ملک فاروق بود و اینها معتقد بودند که به زودی متحدین یعنی هیتلر و موسولینی متفقین رو شکست خواهند داد و زمانی که اونها متفقین رو شکست دادن جمعیت اخوان المسلمین به رهبری شیخ حسن البنا در مصر حکومت رو به دست خواهند گرفت. البته عرض کنم در این زمان جمعیت اخوان المسلمین موفق شده بودن در سراسر کشورهای خاورمیانه از قبیل سوریه، عراق، یمن و حتی ایران موفق شده بودند که در اونجا شعبه هایی از حزب خودشون به وجود بیارن. حالا نکته جالب این است که زمانی که این آقای محمد البرادری که میگوید اینها از اقدامات تروریستی برکنار هستند، زمانی که ملک فاروق به نقراسی پاشا بود، نهاس پاشا بود، مأموریت داد که به ریاست دولت کابینه تشکیل بده، کابینه وجود بیاره، بعد از سه هفته اون رو ترور کردن، اون رو کشتن و اون رو از بین بردن. البته بگونه که می دانید موقعی که این عمل انجام گرفت دوست نزدیک او به نام ابراهیم عبدالهادی که وزیر دربار بود او نخست وزیر رو به عهده گرفت و او ظرف 6 ماه دستور داد که جمعیت اخوان المسلمین رو
به گونه ستمگرانه قتل و غم کردن. بسیاری از اینها رو دستگیر کردن، اعدام کردن و بسیاری از اینها در زندانها مردن. و زمانی که در سال 1952 جنرال نجیب موفق شد بر ضد ملک فاروق کودتا بکنه و حکومت به دست ناصر افتاد، حالا اینجا اجازه بفرمایید نکته ای از ناصر، جمال عبدالناصر مرزاکای شام برسونم. جمال عبدالناصر که جزء افسران جوان انقلابی ارتش مصر بود، این در ابتدا یک جزوه‌ای نوشته بود به نام مأموریت اسلام، یه چیزی در حدود این، و ابتدا می گفت من مسلمانم و من میخوام دستورات اسلام رو به مورد اجرا بگذارم و به همین علت زمانی که جمال عبدالناصر حکومت رو و قدرت رو در مصر در اختیار گرفت، دوباره به جمعیت اخوان المسلمین آزادی داد و اینها آمدن جمعیت خودشون رو نوسازی کردن و شروع به ترور و آدم کشی کردن. این جمعیت در اون زمان، یعنی جمعیت اخوان المسلمین در اون زمان، یک مشاور روحانی داشت به نام شیخ عمر عبدالرحمن و این می گفت قرآن تکلیف ما را تعیین کرده است. در قرآن دو آیه وجود دارد که ما از طرف خداوند مأموریت پیدا کردیم که این دو آیه را به مورد اجرا بگذاریم. آیه اول آیه 61 که سوره احزاب 33 سوره قرآنه که میگوید اینما ثقف و فاقدو و قتلو تبدیلا، یعنی اینها ایرا که مخالف شما هستن اینا رو ستمگرانه بگیرید بکشید، مخالف اسلام هست. و آیه دوم آیه 31 سوره مائده است که این آیه خیلی معروفه، همین آیه است که میگوید انما جزاء الذين يحاربون الله رسوله و يسعون في الارض فسادا ان تقتلوا و و و و و هم آیه معروفه که اینایی که مخالف اسلامن دست راست و پای چپ و یا پای راست و دست چپشون رو قطع بکنید. اینها بر پایه الهام این دو آیه شروع کردن به آتش زدن سینماها، رستورانها، کاباره‌ها، چاقو زدن و اسید پاشیدن به بانوان بی حجاب مصری. عنایت می‌فرمایید اقدامی که خمینی گجستک و اوباشی که اطراف او گرد آمده بودند، درست اقدامات حسن البنا و اخوان المسلمین رو در تهران کپی و تقلید کردن. به خانه هایی که در اون خانه ها رقص و جشن و پایکوبی برپا بود اینا حمله می کردن. تمام اعمالی که جنایاتی که حکومت اسلامی امروز داره مرتکب میشه، اینها رو اخوان المسلمین انجام میدادن. اخوان المسلمین یک دادگاه سری درست کرده بودن که رئیس این دادگاه حسن البنا بود و سه عضو داشت که سه قاضی بودن. اینها برای ترور و اقدامات تخریبی و آدم کشی و آدم سوزی و آتش زدن کاباره‌ها و سینماها فتوا می دادن و این فتوا رو به ماموران اجرای حزبی می دادن و اونا به مورد اجرا می ساشتن. مسئول اجرائیات جنایات سازمان اخوان المسلمین یک فردی بود به نام حسین توفیق که این البته در بازجوهای خودش اعتراف کرده است که
انور سادات زندگاد، یکی از ماموران اجرای سازمان اخوان المسلمین بوده است که به این علت انور سادات دستگیر میشه و مدت 31 ماه زندانی میشه. البته کتاب های تاریخی نوشتن که انور سادات هیچ وقت به این که عضو تروریست های جمعیت اخوان المسلمین بوده هیچ وقت اعتراف نکرده، ولی گفته است من افتخار دارم که از عضویت سازمانی که قصد جان خائنان به کشور را داشته است من عضو این سازمان بودم. افرادی که در این زمان اخوان المسلمین ترور کردن با آقای الورادی میگه اینا اهل ترور نیستن، من فهرستشو بعض آقای شامی رسونم. دو نخست وزیر بودن، یکی به نام احمد ماهر و دیگری نکراچی پاشا، به جان یکی دیگر از نخست وزیران به نام مصطفی نهاش پاشا 3 مرتبه سوء قصد کردن و این فرد ناز پاشا هر 3 مرتبه از سوء قصد جان سالم به در بود. یکی دیگه از وزرا به نام عثمان پاشا که وزیر دارایی بود و معروف بود که طرفدار انگلیس هاست، او هم به وسیله اخوان المسلمین ترور شد. رئیس پلیس به نام سلیم زکی پاشا ترور شد. احمد خزیندر اگر درست نامش رو تلفظ کنم وزیر دادگستری بود ترور شد. و گروه دیگری از ماموران برجسته دولتی، روشنفکران، نویسندگان، استادان دانشگاه، بازرگانان مشهور و ثروتمند، همه اینها به وسیله اخوان المسلمین اینها ترور شدند. پلیس در یک موردی موفق شد در حومه قاهره 165 بمب و جعبه های پر از اسلحه و مهمات از اخوان المسلمین کشف بکنه. البته جمعیت مسئولان جمعیت اخوان المسلمین گفتن که ما این سلاح ها رو برای رویارویی با اسرائیلی ها تهیه کردیم و در روز 20 ژوئن 1948 به محله کلیمی ها در قاهره حمله کردن و تمامی یهودی های اون محله رو، خانه هاشون رو آتش کردن و اونها رو قتل عام کردن. به دنبال این اقدامات و جمال عبدالناصر که در این موقع قدرت رو در مصر دست گرفته بود، آگاهی پیدا کرد که گروهی از افسران جوان مصر اینها جزء اعضای اخوان المسلمین هستند و به این دلیل جمال عبدالناصر دستور داد که سازمان اخوان المسلمین را متراشی بکنند. 1000 نفر از افراد اونها را دستگیر کردند، بسیار از اونها را اعدام کردند، بسیار از اونها را زندانی کردن. و نکته جالب این است که خود آقای شیخ حسن البنا یک زمانی برای سخنرانی در یک محلی دعوت شده بود که زمانی که میخواست سوار تاکسی بشه و برای اون سخنرانی بره، 3 نفر 4 نفر از ماموران امنیتی پلیس، البته به دستور دربار، در اون موقع ملک فاروق هنوز حکومت مصر رو در اختیار داشت، به دستور او آقای حسن البنا رو ترور کردن و او رو به بهشت فرستادن. به هر روی زمانی که جمال عبدالناصر دستور داد که سازمان اخوان المسلمین متلاشی بشه، در ضمن دستور داد یک سازمان اطلاعاتی بسیار توانمند و گسترده به نام مخابرات به وجود بیاد
که این سازمان اطلاعاتی هنوز که هنوز است میگویند پنجمین سازمان اطلاعاتی و یا جاسوسی توانمند تمام دنیا هست. و حالا داریم داریم به پایان وقت کم کم داریم نزدیک میشیم. اجازه بفرمایید داستانی از جمال عبدالناصر برداگاهیتون برسونم. جمال عبدالناصر زمانی که میخواست دستور بده که جمعیت اخوان المسلمین رو متلاشی بکنن، فکر کرد که این کار آسانی نیست، به دلیل اینکه به عرضتون رسوندم این جمعیت در اون زمان در حدود 2 میلیون نفر هواخواه بود که 500,000 نفر اینا عضو فعال بودن. بنابراین به گونه ای که کتاب های تاریخ حتما به عرض آگاهی شما رسیده است که در زمانی که یک افسر جوانی از ارتش مصر به سوی جمال عبدالناصر تیراندازی کرد از فاصله 20 متری و میخواست رو ترور کنه. تمام کتاب های تاریخی بدون استثنا نوشتن که ترور جمال عبدالناصر یک توطئه ساختگی بود که این توطئه رو 2 نفر از مشاوران جمال عبدالناصر به او پیشنهاد کرده بودند، زیرا به او پیشنهاد کرده بودند که اگر یک ترور ساختگی یعنی یک سوء قصد ساختگی و ضد جان او به عمل بیاد و شایع بشه که این جمعیت اخوان المسلمین بودن که میخواستن اون رو ترور بکنن، اون وقت متلاشی کردن و اعدام کردن رهبر، متلاشی کردن سازمان اخوان المسلمین و اعدام کردن رهبران او کاری بسیار آسان خواهد بود. و این 2 نفری که این پیشنهاد رو به جمال عبدالناصر کردن، یکی جوزف بوئنز بود که یکی از افسران نازی آلمانی پناهنده به مصر بود و دیگر یک دیپلمات آمریکایی بود به نام جیمز آچلبرگر، که این 2 نفر به جمال عبدالناصر پیشنهاد کردند که افسر جوانی به نام یکی از اعضای سازمان اخوان المسلمین او رو مورد سوء قصد قرار بده تا او بتونه که جمعیت این رو متلاشی بکنه، و همین گونه هم شد و جمال عبدالناصر به آسانی تونست سازمان اینها رو متلاشی بکنه. در سال 1964 اون وقت از این به بعد سازمان اخوان المسلمین زیرزمینی شد. در سال 1964 همین پلیس سری مخابرات به اسناد و مدارکی دستیابی پیدا کرد که در این اسناد و مدارک اخوان المسلمین قصد کودتا داشتن. زمانی که جمال عبدالناصر به این موضوع پی برد، برای مرتبه دوم دستور داد که پلیس مصر و پلیس جاسوسی مصر یعنی سازمان مخابرات، حتی سازمانی را که به گونه زیرزمینی اخوان المسلمین در دست داشتن از بین ببرد، که اون سید قطب معروف که میدونید بسیار معروف هست، یکی از مفتیان والا رتبه و عالی مقام مصر بود، یکی از افرادی بود که جز به رهبران روحانی سازمان اخوان المسلمین بود که او هم در این اقدامات اون هم در زندان اعدام شد.
مانده و بسیاری از اعضای باقی مانده سازمان اخوان المسلمین موقعی که برای مرتبه دوم جمال عبدالناصر دستور متلاشی کردن سازمان و دستگیری رهبران و اعضای اونها رو داد، گروه زیادی از اینها به کشورهای گوناگون خلیج فارس اونها فرار کرد. در دهه سالهای 1970 جانشین جمال عبدالناصر زندگیات انور سادات این سازمان اخوان المسلمین را اعاده حیثیت کرد و چون در سال 1973 با حمله‌ای که در روز یوم کیپور انور سادات به اسرائیل‌ها کرده بود محبوبیت زیادی در کشور مصر به دست آورده بود، این است که بدون اینکه ترس و واهمه ای از جمعیت اخوان المسلمین داشته باشه دستور داد که جمعیت اخوان المسلمین حیات سیاسی خودشون رو در کشور مصر از سر بگیرن و این هم سبب شد که ناصریست های چپگرا، اینو من فراموش کردم عرض کنم، جمال عبدالناصر ابتدا به عنوان یک فرد اسلام دوست که هدف او اسلامی کردن کشور بود این قدرت رو به دست گرفت، ولی بعد کم کم موقعی که متوجه شد که اخوان المسلمین به چه جنایاتی به عنوان اسلام دست زدند اون جزوه رو که نوشته بود اون جزوه رو دستور داد دیگه منتشر نکنند، جزوه تازه‌ای نوشت و در اون جزوه نوشت من یک سوسیالیست هستم و قصد سوسیالیستی کردن کشور مصر، حتی سوسیالیستی کردن نه به مفهوم کمونیست کردن، به مفهومی که امروز کشورهای اندونزی و هندوستان و خود مصر و بسیاری از کشورها رنگ و بوی سوسیالیستی دارن. به هر روی زمانی که سادات اخوان المسلمین رو ازشون اعاده حیثیت کرد، اینها دوباره شروع به تجدید سازمانشون کردن و این هم سبب شد که ناصریست های چپگرا که بسیاری از اونها مارکسیست بودن و در زمان ناصر در تمام شرائین سازمان های دولتی مصر رخنه و نفوذ کرده بودن، اینها با سادات مخالفت آغاز کردن و در اینجا سادات اشتباه بزرگی کرد. یاد او همیشه زنده باد و روان او اگر روانی داره بعد از مرد شاد باد. اشتباه بزرگی کرد، اشتباهش این بود که برای نابود کردن چپگرایان ناصری به اخوان المسلمین رو کرد و این اعضای زیرزمینی شده اخوان المسلمین اینها دوباره رو آمدن و بسیاری از اعضای اخوان المسلمین که به کشورهای خلیج فارس اینها گریخته بودن دوباره اینها به مصر بازگشت کردند. در سال 1981 البته بعد از اینکه سادات موفق شد که ناصریست های چپگرا رو در سازمان های دولتی از بین ببره، بعد رهبران اخوان المسلمین به ناصر گفتند که در برابر خدمات که ما بتوان کرده ایم اکنون بایستی که ما را در حکومت خودت باید شریک بکنیم و باید چند پست مهم دولتی به ما واگذار بکنی و
انور سادات که یک رهبر سکولاریست بود به هیچ وجه موافق این کار نبود، به خاطر اینکه میدانست که اینها قصد اسلامیزه کردن کشور رو دارن و بنابراین با اونا مخالفت آغاز کرد و به همین دلیل هم در سال 1981 خالد استانبولی به گونه که میدانید یکی از اعضای اخوان المسلمین سادات این بزرگ رهبر مصر رو ترور کرد. این آقای حسنی مبارکی که امسال 30 سال ریاست جمهوری او پس از ترور انور سادات هست، ایشان زمان که قدرت رو در مصر به دست گرفت ایشان راه میانه رو انتخاب کرد، بدین شرط دستور داد نه از این به بعد به سازمان اخوان المسلمین فشاری وارد بیاد و نه این که سازمان اخوان المسلمین به شکل یک حزب رسمی در مصر شناخته بشه و اخوان المسلمین، سازمان اخوان المسلمین هم آقای که متوجه شد که آقای حسنی مبارک چنین خصلتی داره، اینها به اصناف کارگری روی کردن و هواخواهانشون رو وارد این سازمان ها کردن. وقت به پایان رسید، اون چی که در پایان این برنامه بایسته از بعد آقای شما برسانم این است که من با توجه به سخنانی که در این یکی دو ساعت برداری شما رسانیدم، من فکر نمی کنم که هیچ یک از مصری ها و یا رهبران مصری اینها حتی اگر یک حکومت تازهی برای مصر وجود بیاد اینها هیچ جایگاهی در اختیار اخوان المسلمین بگذارن، به خاطر اینکه کارنامه 80 ساله اینها کارنامه آدمکشی، ترور، خونریزی، آتش زدن و جنایاتی است که 30 سال است که ما به وسیله ملایان شیعه‌گری در کشور خودمون با چشم مشاهده کرده ایم. حالا افرادی که اینها میتونن جانشین حسنی مبارک بشن، یکی محمد بادی است که این در سال گذشته، البته میگوین اگر قرار باشد که فردی از ره از اسلام و از جمعیت اخوان المسلمین به ریاست حکومت آینده مصر گماشته بشه، این محمد بادی است که این در حال حاضر رهبر جمعیت اخوان المسلمین است ولی به گونه که عرض کردم هیچ شانسی نداره. یکی دیگه ایمن نور هست که یک سیاستمدار لیبرال هست که در رشته وکالت تحصیل کرده است. در سال 2005 رقیب حسنی مبارک بود که به جرم ارائه اسناد و مدارک جعلی 3 سال به زندان رفت. یکی دیگه موسا دبیرکل اتحادیه عرب هست. یکی احمد زوید برنده جایزه شیمی هست. ابتدا گفته بود من وارد سیاست نمیشم ولی اکنون آمادگی خودش رو برای ورود در سیاست اعلام کرده. یکی حمد ابن سباهی است که یک سیاست مدار ملی‌گراست و ششمین اینها آقای محمد البراقی است. اون چی که باید برداگاهی شما برسانم همون گونه که آقای قرار بود که جانشین آقای حسنی مبارک فرزند او جمال مبارک بشه، قرار بود جانشین رئیس جمهوری یمن هم فرزندش آقای فرزندش بشه، بعد آقای علی عبدالله صالح قرار بود فرزندش به نام احمد جانشینه بشه. این آقای احمد صالح ابو عبدالله صالح یمن هم اعلام داشت که در انتخابات آینده شرکت نخواهد کرد و فرزند او هم نامزد ریاست جمهوری
انتخابات آینده نخواهد بود. کاش آقای حسن مبارک هم همین سخن رو گفته بود. اگر عرایز دو ساعته بنده رو بخواهیم ازش شیره کشیم، این است که اگر کسی فکر کنه که نسیمی در خاورمیانه وزیدن کرده است که سبب توانمندی اسلام و مسلمانان خواهد بود، این در اشتباهه. این نسیم آزادی خواهی است که در منطقه خلیج فارس و کشور خاورمیانه وزیدن کرده است. بگذارید آخوند در کشور ما زوزه بکشد که رویدادهای کشورهای گوناگون خاورمیانه پس لحظه های انقلاب اسلامی است. یقین داشته باشید هیچ یک از رهبران کشورهای خاورمیانه بیش از آخوندها از رویدادهای اخیر مصر به وحشت نیفتادند، برای اینکه اونها میدانند این خیزش های آزادی خواهانه است. این ارتباطی با اسلام با پسگرا و نکبت آور ندارد. مجبور بودم که در این لحظه سخنانم رو به پایان ببرم. از این که با ما بودید و شنونده عرایض بنده در این باره بودید بسیار سپاسگزارم. روز و بهروز و بهکام.